سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای مهران رنجبر، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. قربونت برم. ارادتمند. مخلص. آقای رنجبر، الان یک نمایشی روی صحنه است به اسم استیو جابز که شما نویسندهش هستید، کارگردانش هستید، توی اون نمایش بازی هم میکنید. بله. برای در واقع نوشتن و اجرای استیو جابز چقدر درباره جابز خوندین و اصلا چی شد که استیو جابز رو انتخاب کردی؟ یه چند سالیه که یه سری پورتراهای یک سری آدم برام مهم شده به خاطر دغدغه‌ای که دارم و دغدغه زیست انسان هاست. یعنی دو سال یا سه سال آخر زندگی یک سری آدم‌هایی که توی علم و تکنولوژی، ادبیات و هنر بسیار آدم های لهره‌ای هستند. چرا دو سه سال آخر عمرشون؟ برای اینکه زمان مرگ اینها، زیستشون با تمام سالهایی که زندگی کردن متفاوت شد. یعنی مثلا پیکاسو زمان مرگش یک اعتقاد و مانیفست دیگه ای داشت نسبت به 60 سالی که نقاشی کرد. چی شد اعتقاد و مانیفستش؟ به این نتیجه رسید که اصلا هر چقدر که تا الان رفته جلو خیلی جاها اشتباه کرده. استیو جابز برای همین برای من جذاب شد. چرا فکر کرد اشتباه کرده؟ نقاشیاشو نفی کرد؟ نه، نقاشیاشو نفی نکرد، زیست خودش رو نفی کرد. یعنی مثلا من این پورترهایی که شروع کردم به نوشتن که از استیو جابز شروع شد، بعد پیکاسو رو نوشتم، بعد کامو رو نوشتم، قبل از استیو جابز ریچارد سوم رو نوشتم که باز زیست اون آدم در 30 سالگی اون همه خون ریخت که بعد در 32 سالگی استیو جابز متوجه شد که بیمار شده، ولی مثلا پیکاسو که اصلا بیماری نداشت و کامو که تو تصادف مرد. نه، چون تو تصادف توی قبل از اینکه توی تصادف این اتفاق براش پیش بیاد درگیر سل شد و سل خودش رو میدونست. آها. یعنی زمانی که بیماری سل گرفت خیلی، چون کامو برعکس نوشته هاش که نیهیلیستی و تمام این جریان پوچگرایی میره جلو، عاشق زندگی کردن بود. این پارادوکسه رو صحنه تئاتر یک درام خوبی رو به وجود میاره. پارادوکسی که استیو جابز با زندگی خودش پیدا کرد یه پارادوکس بسیار دراماتیک بود. استیو جابز به شدت آدم دیکتاتوری بود و یه بار من توی صحنه‌ام دارم، یک صحنه هست، یه آدمی بود به اسم سرجیو کالدرون که نظافتچیش بود توی اتاقش، میان بهش میگن که آیفون آزمایشی که این ساخته بود، طراحی کرده بودن، میان میگن که گم شده و اون برش داشته. میره تو خونه سرجیو کالدرون، میگه آیفون رو منو پس بده. اون میگه من بر نداشتم، من اصلا این کار نکردم، من دزد نیستم. میگه اگه پسش ندی از کل آمریکا اخراجت میکنم، نه از اپل فقط. میگه من بر نداشتم، کل خونه‌مو بگرد، آدم فقیری هم بوده، کل خونه‌شو میگرده، از کل آمریکا هم اخراجش میکنه. توی نمایش استیو جابز ما دیکتاتوری های عجیبی از استیو جابز میبینیم، اتفاقات وحشتناکی از استیو جابز میبینیم. استیو جابز دو سال آخر زندگیش که متوجه سرطان لوزالمعده شد، والتر ایزاکسون رو صدا کرد. والتر ایزاکسون یک ژورنالیست و بیوگرافی نویس بزرگیه در امریکا. استیو جابز صداش میکنه که بیا راجع به من بنویس، بیوگرافی زندگیمو بنویس، چون من دارم میمیرم. والتر ایزاکسون شرط میذاره براش، میگه که باید بدترین اتفاقات و بدترین کارهایی که کردی رو من بنویسم، چون خیلی از مردم آمریکا میدونن. و استیو جابز با تمام جرأت میگه که آره بنویس، تمام بدیهامو بنویس. اون کتاب که چاپ میشه، نفرت مخاطب، نفرت مردم توی محدوده که همین کتاب استیو جابزیه که چاپ شده به فارسی هم هست؟ نه، اصلا والتر کتاب والتر ایزاکسون به فارسی چاپ نشد. یک سری استیو جابز ها در ایران چاپ شده که خدای نکرده نمیخوام بی احترامی کنم، ولی برگرفته از منبع اصلیه که والتر ایزاکسونه. تنها منبع اصلی و درست در مورد استیو جابز همین منبع انگلیسی است که به فارسی ترجمه نشده و والتر ایزاکسون نوشته. مثلا شما برای نوشتن پورتره، اصلا پورتره یعنی چی؟
یه نمیتونیم بگیم بیوگرافی ویکی‌پدیایی، ولی تو به نظر من توی درام تو یه کاراکتری رو انتخاب میکنی که به مانیفستت میخوره. مثلا استیو جابز، من میخوام یه حرفی بزنم تو نمایش استیو جابز، این آدم متوجه میشه که همه سوالها رو در جهان علم جواب نمیده و بعضی موقع مرگ جوابش میده. این آدم میگفت همه چی رو علم جواب میده، علم پاسخگوی همه چیز. پورتری یعنی پورتری این آدم، یعنی اینکه این آدم چه جوری زیست کرد، چه زیستی داشت. خب اطلاعات ویکی‌پدیاییش و زندگیش و اینکه چه جوری اپل رو ساخت و اینکه نمیدونم چی کار کرد به درد مخاطب امروز نمیخوره، میدونن. ولی اتفاقات جذاب این پورتر که میشه حالا استیو جابز کارگردان، استیو جابز نویسنده که مثلا منم، میشه استیو جابز مهران رنجبر. یعنی چی؟ حالا من تازه به مخاطب معرفی میکنم که استیو جابز عرب بود و هیچکی نمیدونه اینو. یک عرب سوری بود که پدر و مادرش 25 سالشون بود و فروختنش به یک زن و مرد آمریکایی، پل جابز و کلارا هاکوپیان، و اونا شدن پدر و مادر استیو جابز. و استیو جابز تو آمریکا بزرگ شد از بچگیش. اینو مخاطب نمیدونه. وقتی که این اتفاق افتاد، چون این ریشه در بچگیش داره، زمانی که بچه اولش به دنیا اومد، لیزا که اسمشو گذاشت روی سری از کامپیوترهاش، بچه‌شو نپذیرفت، گفت بچه مال من نیست. خیلی اتفاق عجیبی بود تو جهان و تمام مردم تو دنیا ناراحت بودن نسبت به این قضیه. و تا 14 سالگی دخترشو نپذیرفت. بعد پذیرفت، باشم بدرفتاری کرد. اینا رو والتر ایزاکسون نوشت. حالا پارادوکس چیه؟ و بعد شما از همه اینا در نمایشنامه‌ای که می‌نویسید و اجرا می‌کنید استفاده می‌کنید. بسیار عالی. پس ما یه پروژه‌ای داریم به اسم پورتره‌ها توسط مهران رنجبر که الان استیو جابزش روی صحنه است و ادامه دار خواهد که از مستند میاد. یعنی ریشه در نظریه تئاتر مستند داره. و این پیکاسو داره، کامو داره. ایشالله 500 تا از این پورتره‌ها برای ما بسازی. و الان که داری میخندی و این کار بزرگو داری انجام میدی، بگو که چای میل داری یا دمنوش؟ چای. چشم. خوبه چاییش؟ آره واقعا. آره به خدا. خب چه خوب. یه اشاره کردی، یه کلمه گفتی که تئاتر مستند. تئاتر مستند یعنی چی؟ ما مثلا ما مثل سینمای مستند، فیلم مستند، گونه ای از تئاتر داریم به اسم تئاتر مستند. آها. که فرقش با فیلم مستند اینه که تو فیلم مستند رو مستند میسازی، اتفاق رئالیسم، اتفاق واقعی رو میبینیم. در تئاتر مستند این ارتباط قطع میشه، تو حتما به عنوان مؤلف باید دست ببری توش. ببین مثل دنیای تصویر نیست. آها. یعنی من میخوام در مورد مثلا فلان اتفاق سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی در فلان کشور، در فلان نقطه از جهان، میخوام یه تئاتر بیارم رو صحنه. مثلا چه میدونم جنگ 33 روزه لبنان، نمیدونم فلان، میام اینو میارمش رو صحنه که این اتفاق مستند رو توی تئاتر مستند بگم. قانون و وجوه خودشو داره. کاری که من تو استیو جابز دارم میکنم این نیست. توی تئاتر مستند اسلاید مهمه، بازیگری نباید اتفاق بیفته، یعنی باید به شدت، یعنی پرفورمرها، اجرا کننده ها باید اون محققین باشن. این چیزیه که من راجبش خوندم و تحقیق کردم. بازیگر یعنی سروش صحت میاد یه دفعه مثلا یک نقش واقعی رو بهش، این نمیشه، این اتفاق نمیفته، این جزء قانون تئاتر مستند نیست. مثل فیلم مستند که ما مثلا بیایم مثلا بگیم داریم در مورد زندگی یک کارتون خواب در مشهد مثلا فیلم میسازیم، بعد سروش صحت داره بازی میکنه، نمیشه. میدونی توی تئاتر مستند هم باید محقق اون جریان مستند خودش روی صحنه حضور داشته باشه، اسلاید پخش کنه، پرفورمنس به وجود بیاره، میزانسنی داشته باشه، ویدیو پروژکشنی داره، اینی داره، اونی داره. بیشتر بخوام اینجوری بگم ژورنالیستیه. آره، یک در واقع همون شاید پرفورمنس باشه، نمایش دادن مستندات. مرسی. نمایش دادن مستندات، نمایش دادن اون اتفاقهایی که از اون جریان مستند میخواد
بسیار عالی منتقل کنه. مهران رنجی ولی پورتری این شکلی نیست. بله بله بله. بازیگر داری کاملا یک آیا نمایشنامه به نظر تو یک گونه ادبیه؟ زشته، من نمیدونم چی باید بگم، ولی از نظرم زشته یعنی که از نظر من نه از نظر من به شدت بی سواد. اختیار دارین، من خودم تو این چند سال به این نتیجه رسیدم، نمیتونم بگم آقای کیک گفت، خودم به این نتیجه رسیدم که نمایش نامه گونه ادبی نیست، فیلم نامه گونه ادبی نیست، یک دستور صحنه حرفه ایست که باید قدرتمند عوامل اجرایی اونو پیادش کنن. یعنی نمایش نامه به نظر تو باید اجرا بشه، باید اجرا بشه و دیده بشه. ما نمایش نامه رو می نویسیم، چاپ میکنیم، مخاطب برای چی بخونه؟ این باید دیده شه، این باید بیاد رو صحنه. فیلم نامه رو می نویسیم، چاپ میشه، میره تو کتاب فروشی ها، برای چی بخونم من اینو؟ این باید دیده شه، این باید تصویر شه. پس وقتی چیزی قرار است به تصویر تبدیل بشود، گونه ادبی نیست. میخوام ببینم که تو از کی کتاب خوندن رو شروع کردی و چه جوری کتاب میخونی، سیر مطالعاتی چه جوریه؟ خیلی اتفاق خنده داریه. بله. کتاب خوندن من اینجوری بود که اوایل زمانی که وارد دانشگاه شدم، چی خوندی در دانشگاه؟ ادبیات نمایشی. سال 79-80 رفتم دانشگاه تو رشته ادبیات نمایشی و نیازمند شدم به اینکه یه سری کتابا رو بخونم. بعد حالیم نبود چی باید بخونم. خب اینا میخوندم، اونم میخوندم، اینم میخوندم، راز موفقیتم میخوندم، بعد مثلا نمایشنامه هملت رو میخوندم، بعد مثلا میگفتم که خب حالا برم مثلا تاریخ فلسفه غربم بخونم. اصلا هدف و انگیزه مشخصی نداشت و هیچی دستگیرم نمیشد. از هر چمن گلی، از هر چمن گلی، اصلا افتضاح. بعد فکر میکردم خب کتابم دارم میخونم دیگه. بعد وقتی که مثلا تهنشین میشد میفهمیدم که من اصلا هیچی راجع به کتاب فلسفه غرب برتراند راسل نفهمیدم. چرا؟ چون تو در 18 سالگی زیستی نداری که بخوای فلسفه غرب برتراند راسل رو بفهمی، که با ترجمه بسیار خوب استاد نجف دریابندری در دسترس هست این کتاب. بله. وقتی من تو 18 سالگی، چون زیست میگم عین تئاترام که الان زیست برام مهمه، زیست انسان‌ها، زیست سروش صحت، تو 18 سالگی من چه نوع زیستی دارم که میرم سراغ تاریخ فلسفه غرب؟ این سالها ادامه پیدا کرد تا اتفاقات بسیار جذابی افتاد. کتابهایی که همه 30 سال پیش طرف خونده، 20 سال پیش طرف خونده، من نخونده بودم. یه جشنواره تئاتر دانشگاهی بود تو اون سنای 21-22 سالگی، من رفتم جنایت و مکافات داستایوفسکی رو از استاد داستان نویسیم که خیلی دوستش دارم، یادی هم ازش بکنیم، هر جا هست دمش گرم، گفتم من یه اقتباس میخوام بکنم از یک اثر مهم. بعد گفت که چی؟ گفتم جنایت و مکافات. جنایت و مکافات رو برام توضیح میدین استاد؟ جنایت و مکافات رو که برام توضیح داد، من تبدیل به درامش کردم، رفتم نوشتمش که بشم نمیشه تو اون سن گفت نمایشنامه. نوشتمش، بردمش رو صحنه و اجرا کردیم و جایزه و نمیدونم تئاتر دانشگاهی. سالها گذشت، یه روزی به خودم تو تنهایی گفتم که مهران رنجبر، تو جنایت و مکافات داستایوفسکی رو نخوندی. یه اجرا هم دیدم از یکی از دوستای خیلی خوبم ایمان افشاریان، یه نمایش جنایت و مکافات داستایوفسکی رو بازی کرد که مهدی عزیزم، مهدی پاکدل بازی میکرد. من رفتم اون اجرا رو هم دیدم، شب اومدم عصبی بودم، گفتم من نخوندم این رمانو. یه کتاب فروشی از تو خیابون انقلاب که دوستامن خیلی عزیزن و اینا، من رفتم گفتم رضا، یکیشونه، گفتم رضا جنایت و مکافات داستایوفسکی رو بده. گفت اگه میخوای هدیه بدی من کتاب نفیستر دارم. مثلا گفتم نه، برای خودم. گفت بای نداری؟ گفتم نه. جنایت و مکافات داستایوفسکی رو خریدم، رفتم خونه خوندمش. اتفاقات عجیب غریب افتاد. نمایشنامه رو کار کردم روی صحنه کاف فرانسه، من بازی میکردم خودم، هم با حمیدرضا نعیمی کارگردان. یکی از اجراها، یک شب از اجراها، بهروز افخمی عزیز اومد سر اجرا. اجرا رو دید، شروع کردیم بعد از اجرا توی کافه نشستن داریم گپ میزنیم، رفت از گپش رفت به این سمت که در رمان مرشد و مارگاریتا اینجوری اینجوری که اینجوری. گفتم ببخشید یه لحظه من نخوندم مرشد و مارگاریتا رو. بعد نگاهم کرد، گفت نخوندی؟ گفتم نه. گفت چجوری بابا؟
تو باید اینو خونده باشی عنوان کسی که آخه گفتم نه نخوند. دوباره دیوونه شدم دوباره پیش رضا مرشد مارگاریتا. مرشد مارگاریتا رو خریدی؟ خب یه اعتقاد دارم، یه مانیفست. من همینجوری نمیتونم برم کتاب یک نویسنده رو بخونم. من اول مشکلم اینه، وسواس دارم. من اول باید برم بولگاکوف رو بشناسم. بولگاکوف کیه؟ من باید بدونم اسمش که ایکس فرینک فرینکس فرینک فرینکس این نمیشه، این از این اسم. من باید برم ببینم بولگاکوف کیه. بولگاکوف هم نمیشناختم. رفتم بولگاکوف رو خوندم. بولگاکوف که خونده شد، حالا مرشد مارگاریتا رو خوندم. دو صفحه یه بار باید برگردم عقب. چه جور رمانیه؟ چرا من پر از تمثیله؟ چقدر سخته این تمثیلا رو من باید بفهمم چی؟ و 6 ماه طول کشید مرشد و مارگاریتا رو بخونم. کتاب میخوندم 4 روزه، کتاب میخوندم یک هفته. مرشد و مارگاریتا 6 ماه طول کشید. نه اینکه ولش کنم 2 روز بعد، نه، هر شب دارم این مرشد و مارگاریتا رو میخونم. هی باید برگردم عقب، چون میرفتم جلو مثلا 10 صفحه رفتم جلو نفهمیدم. قصه معمولی نیست، یکی بود یکی نبود، تمثیل داره به من میگه. من دوباره 10 صفحه میرفتم عقب، وایس بودم کجا بودم؟ آها اینجا تو خیابون تو مسکو، حالا این اومد، بعد این گوریله اومد، دوباره 10 صفحه میرفتم. 6 ماه طول کشید. یعنی پروسه کتابخانی من. ولی چقدر کتاب خوبیه. خیلی اصلا خیلی. نویسنده عجیبی است. آره و چقدر پر از زندگی و شوخ و شنگی و روسیه مطلق. آره. عجیب غریب اون روزها، دیوونه بازی‌های دلنشین و خیلی خوبه. خب یعنی میخوام بهت بگم که یک اتفاق وحشتناکی در من هست. ما میشینیم با هم حرف میزنیم، سروش سعدی او میگه که مهران در کتاب فلان، یعنی نخوندم اینو دیگه نمیتونم ادامه بدم باهات. میگم وایسه من باید اینو برم بخونم. آخه الان مهران یه مشکلی که ایجاد شده یا اینه که اینقدر تعداد کتابای خوبی که داره منتشر میشه در حوزه‌های مختلف با ترجمه‌های خوب زیاده که واقعا تو هر حوزه علاقه مند باشی وقت کم میاری، عقب میفتی. بله. به این مثلا تو مثل این کتاب جریان این کتابه، این فیلم دیدن است برا من. نشستیم با رفیقم دارم حرف میزنم راجع به مثلا استنلی کوبریک، میریم جلو میریم جلو، مهران رنجبر در 30 سالگی مثلا، الان 37 ساله، مهران رنجبر در 30 سالگی دکتر استرنج لاف ندیدم. با همه نگاه میکنم ندیدی؟ نه ندیدم اینو. بعد در 30 سالگی میرم دکتر استرنج لاو رو میبینم. در 30 سالگی تازه من میرم فلان رمان مهم رو میخونم. آره دیگه نمیشه به همش رسید واقعا. منظورم چیه؟ میخوام به چی برسم؟ یه فیلم مستند الان راجع به کتاب در ایران بسازیم. برایندی که دست ما رو میگیره به نتیجهی که میرسیم اینه که تمام 80 میلیون نفر آدم های با تمام احترام فرهیخته و بزرگوار و باسوادی هست. پس چی جوری کتاب نخوندن در ایران کمه؟ پس چرا میکروفون میره جلوی مخاطب عام، مخاطب خاص، هر کی؟ کتاب نظرت چیه؟ کتاب دوست خوبی، کتاب فوق‌العاده است، کتاب زیباست، باید کتاب خوند. بعد میری پشت جلد کتاب میخونی 1000 تا تیراژ. چی جوری پشت جلد کتاب مهمو میخونی؟ من پشت جلد این کتاب، این کتابای جدیدی که الان ترجمه شده از سوزان سانتاگ، نظریاش جذاب راجع به عکاسی، من پشت جلد رو نگاه میکنم میگم چند نفر میخوان بفهمن سوزان سانتاگ کی بود. بعد این سوزان سانتاگ ها قطعا این 1000 تاش فروش نخواهد رفت که بخواد به چاپ دوم برسه. یه رمان تاریخی تازگی از خانم سوزان سانتاگ ترجمه شده و کتابای نظریشون مثل علیه تفسیر که بسیار بسیار کتاب مهمی هم هست، با دو تا ترجمه، یکشم نشر بیتگل در آورده. بله. واقعا اون بیتگل ورقای جلد زرشی. اون کتاب اون به نظر من حالا تبلیغ بیتگل نشه، ولی حالا چون که دارین اینجوری کتاب میگین چرا کتاب رو نیاوردین که ما معرفی کنین؟ معمولا مهمونای ما کتابم برای معرفی میان. من به خاطر اینکه آدم یعنی کتابخونه حرفه‌ای نیستم، حرفه‌ای به این معنا که آخه خیلی دارید حرفه‌ای هستید. کتابو میخونم برای، یعنی زمانی که یک درامو میخوام رو صحنه بیارم، یا فیلمنامه روانشناسانه‌ای میخوام بنویسم، یا مجبور میشم فلان کتابو بخونم. مثلا این دفعه مجبور میشم آها باید این نظریه بارتو بخونم.
خب میرم سراغ رولان بارت. بعد یه باز یه وسواس دیگه دارم، نمیتونم برم یه دونه بارت بخرم، بعد به رضای مولا میگم که همه بارت ها رو بده. عجب که اینو آره این نمیشه یه دونه، من با همه بارت ها رو بخونم، همه سانتاگا رو بده، همه. پس دوره دوره دارید کتاب خونه داره؟ آره کتاب خونه دیدنی باید باشه امیدوارم. و اینجا که میخواستم بیام گفتم من جلو سروش سهر چی بگم، چی بگیرم دستم، کتاب چی، کدوم کتاب بگیرم. صادقانه کتابی که همیشه توی کولم هستش وقتی میرم سر تمرین، کاش آورده بودی، میرم سر اجرا، اون اینه. ببخشید. باد و برگ، باد از زبان برگ، برگ از زبان باد، عباس کیارستمی. این دیگه همیشه همراهت هست، همیشه چه عالی، کثیف شده، فلان شده، همیشه همیشه همیشه. چرا همیشه همراهته؟ خیلی باز نه کلیشه بشه، چون وقتی ایشون خدا بیامرز فوت کردن، حرف زدن ها راجع به عباس کیارستمی زیاد شد. از این مقوله بگذریم، به دلیل این نیست که چون آقای کیارستمی بود. وقتی من این کتابو خوندمش یه احساس عجیبی بهم داد، شعرهای مینیمال عجیب غریبی دارن ایشون. بله. یعنی مثلا میگه که آن سوی دیوار منتظر، این سوی دیوار منتظر، کسی نمیداند چه کسی منتظر چه کسی است، فقط شاعر میداند. به خیلی مینیمال رو درک کردن، کار آرتیست درجه یک، کار توه، کار ایکسه، کار عباس کیارستمیه. مینیمال که همه فکر میکنن خیلی چیز ساده است، سختترین اتفاق جهان و گونه ادبی است، در داستان نویسی، در فیلم کوتاه، در نقاشی، در مثلا عکاسی. مینیمال بزرگترین اتفاقی است که توی قرن 21 آرت اساساً جماعت آرتیست در جهان بهش رسیدن، حتی در قرن 20 هم نه، در قرن 21 از سال 2000 به بعد این جریان مینیمال در عکاسی و نقاشی و کتاب و شعر به وجود اومد. وقتی من اینو میخونم مثلا یه روزایی هست عصبانی میشم، صاحب سالن مثلا با من دعوا کرده، نمیدونم سر تمرین با طراح نورم به مشکل خوردم، من میرم در کوله رو وا میکنم، اینو در میارم میخونم و آرام میشی. آرام میشم. خودت بخونی. آره من مقدمهشو میخونم. به عنوان مقدمه، از ستم روزگار پناه بر شعر، از جور یار پناه بر شعر، پناه بر شعر، از ظلم آشکار پناه بر شعر. پس برای همین همیشه همراهته. میخوام خواهش کنم یه دونه رو تو برام بخونی. مرسی. چشم چشم. من یه دونه داره که خیلی عجیب غریبه. وقتی صاحب اقتدار شد، لطافتش را از دست داد. عالی بود، عالی بود. خیلی متشکرم، این اتفاق عجیبی کردی. و چقدر جالب که همیشه همراهت تو کوله پشتیت، تو جیبته و بهش مراجعه میکنی. خیلی ممنونم که به کتاب باز اومدی. ما سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو اینجا داریم و خواهش میکنم یه دونه رو به رسم یادگار از کتاب باز بپرسید. حتما حتما. بفرمایید. خواهش میکنم. کجاست؟ بفرمایید اونجا. به 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 به. آقا اخوان سالس. بله حتما. بفرمایید. نه. چرا سردیست آقای مهدی اخوان سالس انتخاب کردی؟ توی باز نظر منه، نظر خودم، توی شعر نو به نظر من تنها کسی که شعر نوشو میخونی و حماسی است اخوان سالس. شیروجن، یعنی ریتم داره. توی شعر نو ممکنه ریتمی که از مولانا میگیری، مطرب مهتاب روی آنچه شنیدی بگو، ما همه ریتمی که توی مولانا دریافت میکنیم، شاید اون ریتم دراماتیک منظورمه، توی شعر نو دریافتش نکنیم، ولی توی اشعار اخوان سالس
این بسیار حماسه. عالی. مهران جان من میخوام یه عکس هم با اجازت بگیرم که برای ما بمونه. آره آره. 3 و 2 و 1 خراب شد. الان درستش میکنیم. بذار یه دفعه خاموش. کاغذ داره؟ بله کاغذ داره. دوربین قدیمی شده. 3 و 2 و 1 دیدی شد. خیلی متشکرم. ما در این برنامه آرزومون اینه که مردم بیشتر با هم حرف بزنن و گفتگو کنن و بیشتر کتاب بخونن. ایشالله. ارادتمندم. خیلی متشکرم که به برنامه کتاب باز اومدید. باعث افتخارم بود. بی نهایت ممنون. و به شدت این برنامه رو من خیلی دوستش دارم و به نظرم یکی از آدم حسابی ترین برنامه های تلویزیون. خیلی خیلی متشکرم. قربونت برم. سلام. آیا میشه قصه یک زندگی رو در 90 ثانیه تعریف کرد؟ بله میشه. نزدیک به 7000 نفر از جاهای مختلف ایران با گویش‌های شیرین و دلنشین از سنین مختلف قصه زندگیشون رو در 90 ثانیه برای 21مین جشنواره بین‌المللی قصه گویی ارسال کرده. از بین این آثار 120 تاشون به مرحله نهایی رسیدن که 3 تاشون رو قرار داورها انتخاب بکنن و 3 تا رو قرار شما انتخاب کنید. کتاب باز رو تماشا کنید تا این 120 قصه زندگی رو از زبون قصه گوهاش ببینید و بشنوید و به اونا رأی بدید. تعریف میکرد که یه روز توی خیابان که داشتم میرفتم حواسم نبود خوردم به یه آقایی، خیلی مؤدبانه و با کمال احترام ازش عذرخواهی کردم و جدا شدیم. اون روز برگشتم خانه، غروب رفتم یه لیوان آب از توی یخچال برداشتم، برگشتم یهو خوردم به بچه‌م که پشتم وایساده بود. عصبانی شدم گفتم چه خبرته؟ چرا حواست نیست؟ کوچولوی من دلش شکست و رفت. شب خوابم نمی برد. توی تختم به این فکر می کردم که با یه غریبه چقدر محترمانه و مؤدبانه امروز رفتار کردم، ولی دل عزیزترین کسم و نزدیکترین کسم رو شکستم. چقدر حواس من نیست به نزدیکا و عزیزم. حبیب پسر خانم سرباز بود. چند تا از سربازا مرده بودن برای حمله. حمله که آبی بود، تو آب بود. چند قایق با هم بودن. قایقی که حبیب تو اون بود تیربار خورد و رفت توی هوا و افتاد توی رودخونه. بعد این اونایی که غرق شدن رفتن، اونایی که هم که گرفتن شد از اسارت بردنشون. دوستایی که با حبیب بودن تو همون قایقا اومدن که شهادت دادن که حبیب شهید شده. خانواده‌اش هم مراسم گرفتن، عزاداری کردن و موندن چشم به با امیدی و ناامیدی. بعد از مدتی که خواستن مسرار بیارن، سال 69 بود که اعلان کردن از طریق رادیو که حبیب اسیره و با اسرا برمیگرده. با خانواده‌اش تماس گرفتن، گفتن حبیب اسیره. خانواده‌اش گفتن نه شهیده، چون خیلی شهادت داده بودن که شهیده. وقتی که اومدن و سرا سال 69 بود که رفتن و جلوی اتوبوس ایستادن، دیدن حبیب پیاده شد. اومد برای خانواده‌اش که اومد همون هم قبول کردن که ناقصه ولی شهید نیست. تا الان هم که الان میخوام براتون قصه اولین روزی که رفتم مدرسه رو بگم. من بچه آخر خانواده بودم. همیشه آرزو داشتم که برم مدرسه. روزی که روز اول مدرسه بود، با ذوق از خواب بیدار شدم و تونتون لباسامو پوشیدم. دویدم در خونه همسایه‌مون، در خونه مجدینا. اون تنها دوست من بود. خیلی خوشحال بودم. زنگشون رو فشار دادم. مامانشون اومد دم در و گفت مجده خوابه. گفتم چرا؟ امروز میخوایم بریم مدرسه. گفت تو با مامانت برو، مجده فردا میاد. با ناراحتی برگشتم و دست مامانم رو گرفتم و رفتیم مدرسه.
وقتی رسیدیم مدرسه خیلی شلوغ بود، باورم نمیشد این همه بچه اومدن کلاس اول. خیلی خوشحال بودم ولی جای مژده خیلی خالی بود، من هیچ دوستی نداشتم. اون روز مامانم منو با یه دوست دیگه آشنا کرد، یه دوست به نام هدیه. درسته که هیچ وقت من و هدیه دوستای صمیمی نشدیم، ولی همیشه وقتی اسم اولین روز مدرسه میاد، اسم هدیه مثل یه هدیه قشنگ تو ذهن من نقش میبنده. پاشو تو چای خوری، یه روز تنها توی استکان چای نشسته بود. یه دفعه از این بالا هر سریفتی تنم بیافتاد توی استکان چای. پاشو تو چای خوری خیلی خوشحال شد، گفت میای بازی؟ قلب سریفت گفت بهتر من بازی نکنم. پاشو تو چای خوری ناراحت شد، قلب سریفت دلش برای پاشو تو چای خوری سوخته، گفت باشه فقط یکم. قاشق چای خوری بود و قند سفید بود و بالاخره قاشق چای خور تا سی گوشه از قند سفید رو گیر میاندازه. قاشق چای خوری خیلی خوشحال بود، گفت من بردم و من بردم، حالا نوبت توی که گوشی. قند سفید گفت آخه ما که گفتیم فقط یه جام. قاشق چای خوری گفت یک بار من گل، یک بار تو گل، این تازه میشه یک دور. قند سفید گفت باشه فقط یک بارا. قاشق چای خوری گفت باشه. این بود و اون بود و بازی کردن. قاشق چای خوری اینقدر تون پشت سر هم دور استکان چای چرخونده بود که سرش گیج رفت و گفت باشه باشه تو بردی، من دیگه خسته شدم. قند سفید هرچی دو پشت بیان قند سفید اونو پیدا نکرد تا اینکه ته چای دید قند سفید و قند سفید داشت آب میشد. قند سفید لبخندی زد و گفت لطفاً از بین قصه هایی که تماشا کردید گزینه قصه گوی محبوبتون رو به شماره 30052 ارسال کنید. آقای فراستی سلام. سلام بر شما، مخلصم. ارادتمند. 6 تا نامه از داستایوفسکی برای ما آوردین که بی نظیر بود، 4 تاشو برای ما خوندین، درباره‌اش حرف زدیم به قول خودتون تا جایی که میشد چکشکاری کردیم، بعد یه قول و قراری گذاشتیم که وقت بذاریم و اگه داستایوفسکی نخوندیم بخونیم، اگه خوندیم یه بار دیگه بخونیم. باز بخونیم. بله. آره. خب نامه 56 هم بریم؟ بله بله بله. بعد برسیم به یه آدم حسابی دیگه. خب پرده پنجم، پاییز 1852، اردوگاه کاتورگا، سیبری. در آخرین لحظه صدای شلیک گلوله را شنیدم. قلبم پر از اندوه بود، اندوه همه آنچه که میتوانستم باشم و فرصت آن را نیافتم. من آن روز مردم و بیدار شدم. چشمان ما را گشودند و گفتند تزار حکم تخفیف مجازات ما را داده است. 3 سال از آن روز گذشته، یعنی تو دم اعدام میبرنش دیگه، با چشم بسته میگه تمام شد. 3 سال از آن روز گذشته، 3 سال که با زنجیرهایی که به پاهایم بستند میخوابم و بیدار میشوم. عفونت زخمهایم وقتی همراه با تب و شدت گرفتن حملات سر هم باشد، موهبتی است که مرا برای چند ساعتی به بیمارستان اردوگاه میفرستد، جایی که یکی از دکترها پنهانی اجازه میدهد دقایقی رمانهای دیکنز و روزنامههای نچندان قدیمی را بخوانم. این موهبتش. دیشب این دکتر اجازه داد که شب را در بیمارستان بمانم. بعد از چندین سال روی تختی دراز کشیده بودم و به آسمان خیره می نگریستم. چه آسمان شگفتی بود. از همان آسمان هایی که تنها وقتی کودک یا بسیار جوانی می توانی ببینی. یعنی بعضی این که کودکی و جوانی را رد کردی دیگه اون آسمان ها رو نمی ببینی. آسمان هست، تو نمی بینی. آسمانی درخشان
با ستاره‌های براق در آسمان و چشمان تو همزمان می‌درخشند. و تو با حیرت و افسوس از خود می‌پرسی چگونه شرارت و بیرحمی در زیر چنین زیبایی جاودانه‌ای بر حیات خود بر روی زمین ادامه می‌دهد. من هنوز نتوانستم به آسمان بیرون و درونم بنگرم و بگویم خدا نیست، ولی می‌دانم که خداوند باشد یا نه، ما ناچاریم مسئولیت کمال خود و رنج کامل شدن خیش را بپذیریم. من باور نمی کنم و می دانم که نباید باور کنم که شرارت و سنگدلی شرایط طبیعی انسان زیر چنین آسمان زیبایی است. هرچقدر شب تاریک تر باشد ستاره ها درخشانتر خواهند شد، درست مانند درخشانترین حقایقی که در تاریکترین شبهای زندگی و در بزرگترین رنجهای خود می‌یابند. شدت درخشش ستاره های حقیقت در دل ما درست به اندازه گستره رنجهای ماست. این رجوع شهر بحث کرد. نمیدانم چند سال اینجا دوام خواهم آورد، ولی میدانم که رنجهایم و دردهای همبندانم که رویاها و کابوسهای شبانهشان روی زمین سرد و چوبی اردوگاه با من شریک شدند روحم را آزاد خواهند کرد. اکنون که چیزی جز این آسمان برایم نمانده، به توهم این که روزی از زندگی که آزادی داشتم فکر میکنم، روزی که صدای آن دیگران در درونم بود، نیازهایی داری آنها را برآورده کن. هرگز در تأمین نیازها و خواسته هایت کوتاهی نکن. نه فقط نیازهایت را برآورده کن، بلکه آنها را همواره بیشتر کن. چرا از آزادی میپرسی وقتی تعریف آن را به تو داده ایم؟ مگر نمیدانی آزادی چیزی نیست مگر گسترش بی وقفه خواسته هایی که در زندگی داری؟ تو همین جا یک کمی صحبت بکنیم. بر من چیزایی که داشتو بگم بعد شما بگین و جمله آخرم اگه شد و صلاح تونستین یه بار دیگه بخونین. لذت ابتدای نامه میگه که یه لذت بزرگ داره تو اون شرایط مخوف خواندن دیکنز. جالبه که همه با سلیقه های مختلف، آراء مختلف و عقاید مختلف به اهمیت خوندن کلاسیک ها اشاره میکنه. یعنی دیکنز هیچ وقت برای هیچ کس تکراری نشده. دیوید کاپرفیلد، اولیور تویست، خانه قانون زده، آرزوهای بزرگ و لذت بخشه. مهم این نیست که خوندنش مهمه، مهم این نیست که برای علاقمند جدی ادبیات، علاقمند جدی زندگی واجبه، مهم اینه که لذت داره. سروش مهمه حرفت. ببین اگر یه ذره دوستان ما که دارن گوش میدن لذت رو فقط با شادی بفهمن، لذت رو نفهمیدن. دیکنز یکی از تندترین نویسندگان تاریخ، یک ظاهر به شدت سیاه داره و درد و رنج و فقر، اما انسان داره، درست شبیه داستایفسکی از این نظر. دقیقا یعنی ترسیمی که میکنه از لندن اون زمان برای ابد یادت میمونه که این فضا چیه و این همه آدم، این همه رباخار، این همه شرور، اما آدم وجود داره و انسانیت توی همون شرورها هم وجود داره. این خیلی جالبه که آدم در اوج این که داره متنفر میشه از اون شخصیت منفی، یه دفعه میبینه این چه گوهری اون درونش داره که پنهانه. موشه ها اون تهه،
آره این دیکنز و بعد لذت دیکنز یعنی لذت فهمی یعنی از دل سختی، از دل سیاهی، از دل همه ی حواشی گنج رو در آوردن، گنج که انسانه. شکسپیر جمله عجیبی داره، میگه که انسان منحصر به فرده، هر تک انسانی منحصر به فرده و باید در مقابلش مقدسه. این رسیدن به تک انسان منحصر به فرد کار این بزرگان کلاسیکیه که به درستی تو اشاره کرده. بعد از اون داستایوفسکی اشاره میکنه به آسمان، که آدم میتونه با آسمان، فقط نگاه کردن به آسمان خوشبخت باشه. آسمونی که بالای سر همه ما هست و فراموش کردیم گاهی به آسمان نگاه کردن رو. و چقدر خوب توضیح میده، میگه این نگاه به آسمان مال دوران کودکیه، حد اکثر جوانی، انگار که هرچی از ما میگذره نگاه به آسمان اون ضعیفتر میشه، کمرنگتر میشه، یا اصلا آسمان نمیبینیم. میگه باید اون احیا کرد، یعنی اینکه نگاه نکنیم، ببینیم آسمان رو، ببینیم اطرافمون رو. برشت شعری داره که یکی از شخصیت‌های نمایشنامه‌اش داره میمیره و میگه که توی یک شعری، و میگه که اشکالی نداره، من حتی اگه بمیرم اینقدر به آسمون نگاه کردم که تا ابد، تا سور اسرافیل آسمان پشت چشمام ذخیره کردم که توی قبر بهش نگاه کنم. و جمله بعدی داستایوفسکی پشت این نگاه به آسمان میگه من باور نمی کنم این همه شرارت رو زیر این آسمان عجیب شگفت انگیز. و یه چیزی که شاید در واقع به نظر من هسته این نامه است و مهمترین بخش اصولاً این نامه‌ای که خوندین، اینه که در مواجهه با رنج آدم میتونه زنجموره کنه، آدم میتونه مستعصل بشه، آدم میتونه احساس بدبختی بکنه، آدم میتونه به استیصال بیفته. داستایوفسکی میگه رنج، معذرت میخوام قبل از که بگی، داستایوفسکی میگه آدم میتونه به استیصال بیفته، آدم میتونه از آدمیتش توهی بشه. توهی احسن. این خیلی مهمه. ولی داستایوفسکی میگه اصلا برای آدم شدن ما به این رنج احتیاج داریم. و اینجا رنج دوتا میشه. رنجی که نمیبینیمش، نمیفهمیمش و بیچارمون میکنه. رنجی که میگیریمش، میفهمیمش و قویمون میکنه و پالودمون میکنه و باعث جلو رفتنمون و آدم تر شدنمون میشه. میگه که انسان باید شایسته رنج‌هاش باشه. و اصلا مفت به دست نمیاد. و اصلا مفت به دست نمیاد. و به اندازه رنج‌ها به دست میاد. آرزوها، رنجامون بشه نیروی محرکمون برای رفتن به سمت آرزوهامون که هیچ وقت هم نباید تموم بشه. و همیشه گسترشش باید داد. و همیشه باید گسترشش. و حالا آدم دیگه هم میگه که ما به اندازه آرزوهامون هستیم. هر چقدر آرزومون انسانی تر، عمیق تر، پالایش دارتر بشه، ما با همون اندازه ایم. یعنی آدمی رو میتونی جستجو کنی که آرزوش اینه که فلان چه میدونم ویلایی رو داشته باشه همون اندازه از حد اکثر، و آدمی رو میابی که آرزوش اینه که خودش رو پیدا کنه زیر آسمان آبی رئیس حال کنه. و من اندازه ایم الان فهمیدم که همین در همین لحظه که میشه گفت انسان، تعریف هر انسانی رنج‌ها و آرزوهاش. رنج‌ها و آرزوها به اندازه گسترش رنج‌هاش ظرفیت پیدا کردن حقیقت داره، و به اندازه آرزوهاش در مسیر آرزوهاش قرار گرفتن همه چیزشه. ما اگر رنج ها و آرزوهامون هستیم، رنج هامون رو قدرش رو بدونیم، آرزوهامون رو قدرش رو بدونیم، رنج بکشیم و خودمون رو پالوده بکنیم. رنج منظورم رنجای روزمره چیز نیست، متوجه منظورم هستین، از رنجی که رنج زنده بودن، فهمیدن، درک کردن و بریم به سمت آرزوهامون. و رنج درد دیگران. و رنج درد دیگران میشه بقیهش هم اگه آره. من فقط یه
کوچولو بگم راجع به آرزوها. آرزوها رو هم باید صیقل داد و مثل حس‌های انسانی تربیت کرد. آخه یه مثال عالی زدید. آرزو اگه این باشه که مثلا ویلای بزرگی داشته باشیم خیلی خوب، ولی این میشه اندازمون دیگه. اندازه حضورمون در جهان همینه. بله. خب. مگر نمیدونی آزادی چیزی نیست مگر گسترش بیوقفه خواسته هایی که در زندگی داریم. و من دیشب خیره در آسمان پرستاره سیبری دیگر در قلبم میدانستم که نتیجه آن آزادی برای ثروتمندان تلخ کامی و خودکشی است و برای فقیرشان حسرت و جنایت. میدونی آدم های این روزها از دو چیز میترسند، از اینکه فقیر باشند و ناکام از دنیا بروند و دوم اینکه مهم نباشند و حتی بدتر از آن که در نظر دیگران مضحک به نظر برسند. و شاید به همین دو دلیل است که ترجیح میدهند که چنین تلاش ترحم‌انگیزی برای رسیدن به هیچ داشته باشند. بریم برده ششم؟ نه بایستیم. اینو عالی بود. تلاش رقت انگیز برای رسیدن به هیچ. عالی بود. تلاش ترحم انگیز برای رسیدن به هیچ، یعنی مرتب هر روز زیستن با هیچ دورنمایی از آرزوی انسانی و آرزوی آگاهی از این جهان و آرزوی همدردی با آدمایی که باید باشون همدردی کرد و این همدردی از آن ما بشه. اجازه میدین یه شعر از عطار بخونم و این بخش رو تموم کنیم و ببینین ربط داره یا نه، یا به ذهن من اومد. میگه که چون جهان بر شاخ گاو استاد راست، گاو بر ماهی و ماهی در هواست، پس جهان بر چیست؟ بر هیچ است و بس. هیچ هیچ است این جهان، هیچ است و بس. فکر کن در صنعت آن پادشاه، کین همه بر هیچ می‌دارد نگاه. منتها این سخته، به راحتی میشه ازش بد فهمید. اول میگه هیچ، بعد میگه حالا فکر کن اینجوری نیست، این هیچ، حالا دیگه با اون هیچ فرق داره. آره منتها جمعی که میبنده خیلی کوتاه دیگه. به همین دلیل ممکنه این هیچه نوعی نیهیلیزم دارید کنه که تو جمع‌بندی آخر اینو میزنه. بله. فکر کن در صنعت آن پادشاه، کین همه بر هیچ میدارد. این تضادی که هیچ و همه کنار همه. خیلی 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 ممنونم و خدا نگهدار شما.